زندگی کردن میان ترس و تردید و روزمرگی در دل سلولی تاریک و نمور در یک ناکجاباد در لبنان آغازیست بر نمایش یکی از من مراقبت خواهد کرد به کارگردانی آزاده محمدی. خانم محمدی که دانش آموخته رشته هنرهای نمایشی از دانشگاه سوره تهران است در حال حاضر تئاتر را به صورت حرفه‌ای در اروپا دنبال می‌کند و نمایش یکی از من مراقبت خواهد کرد اولین کار حرفه‌ای او در مقام کارگردان است که پاییز امسال به روی صحنه تئاتر معتبر اشواندوو در پراگ رفت. این نمایش را فرانک مک‌گینس ایرلندی نوشته است و در آن زندگی سه مرد از انگلستان، آمریکا و ایرلند را که در لبنان به گروگان گرفته شده اند با طنزی ملایم که در میانه سیاهی های حاکم بر فضای اسارتگاه به آرامی پیش می رود بازگو کرده است. خوبی این نمایشنامه اینه که خودشو چیپ نکرده، یعنی خودشو سطح نمایشنامه رو پایین نکشونده به خاطر اینکه بخواد شعار بده، داره مسئله انسانی مطرح میکنه. یعنی توی هر انسانی توی این شرایط بیفته هزار لایه خودشو زیر سوال میبره، هویتش رو زیر سوال میبره، تمام کاری که تو زندگیش کرده زیر سوال میبره، برای اینکه هر لحظه فکر کنه ممکن دیگه نباشه روی زمین. به ظاهر نمایشنامه با الهام از واقعی تاریخی گروگانگیری برایان کینان شهروند ساکن ایرلند شمالی در لبنان در اوایل دهه 60 خورشیدی نوشته شده است. پرونده آن گروگانگیری نهایتاً در اوایل دهه 70 خورشیدی با میانجیگری جمهوری اسلامی ایران بسته شد. فرانک مک‌گینس نویسنده یکی از من مراقبت خواهد کرد در مجموع سه بار با برایان کینان گروگان ایرلندی دیدار داشت، اما در نهایت او آگاهانه خط سیری متفاوت از داستان گروگان‌های بیروت را برای کارش انتخاب کرد. هیچ گونه موضع گیری تو نمایشنامه نیست واقعا. یکی این که وقتی تحقیق کردم دیدم مثلا این اتفاق افتاده تو تاریخ، پس هیچ موضع گیری خاصی واقعا نیستش و احساس نکردم که نویسنده رو سوء استفاده میکنه از اتفاق تاریخی که افتاده. فرانک مک‌گینس نام نمایش خود را از ترانه یکی مراقب من است سروده آیرا گرشوین انتخاب کرده است. ترانه‌ای که اجراهای متفاوتی از آن وجود دارد، از جمله اجرای الا فیتزجرالد خواننده جاز آمریکایی. او تلاش کرده است با اندک تغییری در نام ترانه تماشاچی را به سوی تمرکز بر روی نمایشنامه ببرد. آزاده محمدی کارگردان ایرانی این نمایشنامه هم به ابتکار خود با کم کردن از فصل روابط همجنسگرایانه گروگان ایرلندی و آمریکایی آیات ابتدایی سوره بقره را به نمایش افزوده است. داره راجع به مؤمنای حرف میزنه که به بهشت میرن اگه آدمای خوبی باشن و یه سری از این حرفا داره میزنه و اینکه یک تضاد ایجاد میکنه این قضیه که البته خب مخاطب خارجی من نمیفهمه اینو، ولی خب منی که دارم کار میکنم خودم، یعنی اینو خوندم و گفتم خب اینو میذارم اینجا به خاطر این دلیل شخصی من، اون تضادیه که ایجاد میشه. اون تضاد چیه؟ اون تضاد اینه که تو سوال به وجود میاری که من هر چقدر آدم خوبی باشم آیا زندگی من رو هدایت میکنه به اون راه خوبی که خب آرزو هر آدمی که تو اون راه بیفته و ادامه بده یا نه؟ یکی از من مراقبت خواهد کرد پر است از شوخی های غیر قابل پیش بینی و لحظه های عجیب که با یک فانتزی درونی در قالب فعل و انفعالات این سگروگان از طریق جر و بحث هایشان و موقعیت وحشتناکشان جلوه گر می شود. چیزی که کار مک‌گینس و تجربه آزاده محمدی را زیر نگین خود گرفته، جان دادن به شادی های عمیق و جسورانه است که حتی در تاریک ترین ناامیدی ها هم سرکوب نمی شوند.